اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجلین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. بحث مربوط به شرح کوتاهی از نهج البلاغه هست، امیر سلام الله علیه هست. سیر بحث ما از اول نهج البلاغه رسیدیم به نامه 53 نهج البلاغه. این نامه همون نامه است معروف که موجود بارکه هست امیر سلام الله علیه برای مالک اشتر در هنگام اعزام به مصر فرستاد. این نامه چندین بخش دارد. بخشی از اینها بخش‌های کلیدی و محوری است که تا کنون بعضی از اون بخش‌های کلیدی و محوری این نامه مبارک توضیح داده شد. یکی از اون بحث‌هایی که هر جلسه باید مطرح بشه این است که همونطوری که بالاخره شریعت یه ستونی دارد، سیاست دینی هم یه ستونی دارد. شریعت اسلامی ستونش نماز است که از صلات و عمود الدین. سیاست اسلامی یه ستونی دارد که ستون اون توده مردم مسلماند. از صلات و عمود الدین تو بیانات اهل بیت علیهم السلام است که ادل قرآن کریمند. بیان نورانی هست امیر درباره ستون دین بودن مردم که مسئولان باید به فکر مردم باشن، نیاز مردم را، کار مردم را، اشتغال مردم را، دارو و درمان مردم را، رفاه مردم را در نظر داشته باشن. همین بیان نورانی از امیر است. فرمود این نماز با این نماز کرده. در مسئله نماز ظاهره یمچه نیست که این نما عمود الدین از صلاة یا این نما صلاة تو عمود الدین دارد از صلاة تو عمود الدین. اما در باره سیاست اسلامی همود این نما عماد الدین و جماع المسلمین و الغدتو علی الاعداء العامتو من الناس. همود ستون سیاست مردمند. شما اگر رضایت مردم، اشتغال مردم، کار مردم، رفاه مردم، اقتصاد مردم، آبروی مردم رو حفظ نکردی به ستون دین نظام آسیب رسوندی. اینو به مالک فرمود مواظب باش وقتی مصر میری نگذار کسی فقیر باشه. اینا بحثای کلیدی این نام است. یکی از بحثای کلیدی این نام هم این بود که حضرت فرمود به این که مالک این ها زدین کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه برهوا و یطلبو به دنیا. فرمود مالک ما که قیام کردیم، خلافت پذیرفتیم، برای اون بود که این دین را آزاد کنیم. مردم بنده خدا، مردم رها نیستن، اما این دین در بند بود. فرمود این ها زدین کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلعو به دنیا. دین بازی کردن، دین را به بند کشیدن، با رشا و ارتشا حکومت را خواستن قبضه کنن. فبود این حاضر دینه کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلعو به دنیا. من آمدم این دین را آزاد کردم. وقتی دین آزاد شد قدرت آزادسازی دیگران را هم دارد. چند تعبیر در همه این بیانات نورانی هست. بعض این که طبقات مردم را ذکر کرد تمود فنزل فی ذالک نظرن بلیغا فئن نهاز الدین بدکان اسیرن فی عید الاشرار یقمل فیه بالهوا و تطلب به دنیا. ابزار دنیا شده بود، دین اسیر بود. بنابراین سیاست اسلامی در درجه اول آن است که حرم و امن دین شناخته بشه،
دین آزاد بشه، در دست کسی نباشه، به میل خود تفسیر نشه، این یک. و مردمی که ستون دینن بیکار نباشن، بیشغل نباشن، بی اقتصاد و فرهنگ نباشن، این دو. اینا رو بوشید بارک حسنی در این نامه به عنوان بحثای کلیدی ذکر کرده. مطلب دیگر در آیین کشورداری بود. ایشون فرمودن به این که جامعه دارای اصناف است و قوای رسمی جامعه سه قسمت است. یک قسمت مربوط به قضا و دستگاه دادگستری است، یک قسمت مربوط به اجراییات است، یک قسمت هم مربوط به تقنین. تقنین را به عهده خودش که معصوم بود قرار داد، برای اینکه اینها اهل بیتن که حق در دور اینها میگردد. ما یک قانون نوشته ای نداریم که کار پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام را برابر با اون قانون تطبیق بکنیم. ما قانونمون را از سیره به سنت اینها داریم. خدای سبحان اینا را پرورون معصوم قرار داد، ملکات عصمت به اینها عطا کرد، عدالت عطا کرد، فضیلت عطا کرد. ما قانون نوشته ای نداریم که کارهای اینها را برابر اون قانون هماهنگ کنیم، بلکه قانون را از سیره اینها میگیریم. این که فرمود علی مع الحق و الحق مع علی علیه السلام، این تعبیر درباره عمار هم آمده، اما تفاوت مهم در مرجع ضمیر است که عمار مع الحق یدورو، یدورو یعنی یدورو، یدور و عمار مدار الحق حیثما دار الحق. و این درباره هست امیر، این ضمیر یدورو به حق، یعنی به حق، به حق برمیگردد. یدور الحق مدار علی حیثما دار. ما از کجا میفهمیم چی حلال است چی حرام؟ با فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم میفهمیم. این چه نیست که ما یک قانون نوشته داشته باشیم و افعال و سیره و اقوال معصومین را با اون قانون نوشته هماهنگ بکنیم. قرآن را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما نقل کرده است. بنابراین در از در تقنین فرمود به این که تقنین که خب به دست خود معصوم سلام الله است، دستگاه قضا هست، دستگاه اجرا هست. قانون را وقتی از اهل بیت گرفتیم، یه عده باید اجرا بکنن، یه عده باید بین اجرا و تصویب مناسبت و داوری برقرار کنن، ببینن آیا اون اجراییات مطابق مصوبات هست یا نه، که میشه دستگاه قضا. تلیعه اسلام وجود بارک هست امیر آمده این کار را کرده که بین این قوا تفکیک کرده، مسئولان اجرایی رو مشخص کرده، مسئولان قضایی رو مشخص کرده، مسئولات تقنینی رو هم که ذات اقدس اله و وسیله قرآن اسلام معین کرده بازگو کرد. فرمود مردم به هر سنفی که باشن باید رضایتشون تأمین بشه، نیازشون تأمین بشه. بعد از تفکیک قوا نوبت به نیروهای نظامی و انتظامی رسید، مقام اونها رو گرامی داشت. نوبت به کشاورزان امثال ذالک رسید، مقام اینها رو گرامی داشت. بخش مهم اداره مملکت را به نیروی اقتصاد داد. فرمود درست است دستگاه قضا لازم داریم، دستگاه اجرا لازم داریم، دستگاه نظامی انتظامی لازم داریم، ولی همه اینها به اقتصاد وابسته است که این اقتصاد به عهده تجار و سرمایه‌داران است که باید تولید ملی داشته باشند، از کار ملی حمایت بشه، روی پای خودشون بیستن و مانند آن. بارها به عرضشون رسید که فقیر به معنی ندار نیست. اون کسی که چیزی ندارد بهش میگن فاقد. نداری عبارت از فقدان است. فقیر در عربی همان است که ما در فارسی میگیم کمر شکن. فقیر به معنای گدا نیست، فقیر به معنی ندار نیست. فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است، کسی که وضع مالیش تهیست، قدرت ایستادگی ندارد، لذا میگن فقیر. یعنی فقر معنی بیمالی نیست، بیستونیه. بهترین ترجمه فقر همون کمرشکنه.
ما در فارسی میگیم این کمرشکنه. این کمرشکن ترجمه فاقرت و زهریست که در عربی از او به عنوان فقر یاد میکنن. فهمون مبادا کشور گرفتار فقر بشه، این فاقرت و زهر جلوی مقاومت ایستادگی را میگیره. اون که سر کوی ایستاده داره گدایی میکند، این به حسب ظاهر ایستاده است ولی واقعا نشسته است. اما اون که نشسته است روی میز داره تجارت خانش اداره میکنه، این ایستاده است. منظور ایستادگی است. اینا را اصرار کرده، فرمود مالک مصر را طرزی اداره کن که ما فقیر نداشته باشیم، فقیر اقتصادی نداشته باشیم. فقیر طبیعی در عالم فراوانه، نمیشه ما عالم داشته باشیم، دنیایی باشه، زندگی داشته باشیم، فقیر طبیعی نداشته باشیم. فقیر طبیعی مثل کودکان، سالمندان، از کار افتاده ها، بیمارانی که قابل علاج نیستن، اینا فقیر طبیعی هن. ما جهانی داشته باشیم، دنیایی داشته باشیم که درش کودک نباشه، پیرزن نباشه، پیرمرد نباشه، مریض نباشه، مفلوک نباشه، که نداریم، میشه بهشت. اما فقر اقتصادی ممنوعه. فرمود همه اینها در بیت المال سهمی دارند. اینا را به صراحه مبسوطن تو این بیان استه کرده که بعضی ها عبارتشون خوندیم، بعضی با ترجمه گذروندیم، که فرمود هیچ کس در نظام اسلامی بی سهم نیست. این نشته را هم وجود بارک است امیر سلام الله علیه، یک کهنسال سالمند نابینایی داره تکدی میکنه. فرمود این کیه؟ عرض کردن یه پیرمرد مسیحیست، نابینا داره گدایی میکنه. اون وقتی که نیروی کار داشت به این کشور خدمت کرد، الان که نابیناست باید گدایی بکند. انفقو من بیت المال، برای او یه حقوقی قرار بدید. خب این دیگه نمیگوید که اینکه پیرمرد است مسیحیست باید گدایی بکند که. این میشه حکومت اسلامی. فرمود مردم ستون دینن و برای همه هم مشخص شده است که ما چقدر مال بدیم، کی رو تأمین بکنیم. و اگر نظام اسلامی این رو نداشته بود که دات اقدس اله برنامه تنظیم نمی کرد. بنابراین اگر ما اون مسائل اخلاقی رو رعایت بکنیم، از پوسته من در بیاییم، گفت عقل داند طایر اندر بیضه بالو پر ندارد. یه بالو پری پیدا کنیم خیلی بهتر از این فکر میکنیم. همه نعمتها رو ذات اقدس اله به ما داده است. اون وقت انسان رغبت پیدا میکند به سیر کردن گرسنه. ما لذتهای روحی را نیازمودیم. اون بزرگان از اطعام بیش از طعام لذت میبرند. یعنی اگر یک گرسنه ای را سیر بکنن، بیش از اون مقدار لذت میبرن که خود سیر بشوند. حالا به ما نه اون تکلیف رو داریم، نه مقدور ماست. اون که در سوره مبارکه هل عطا آمده، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این کار را وجود ما را تستعمیل کرد، وجود مبارکه صدیق کبری سلام الله علیه ما کردن، امام حسن سلام الله علیه کرد، امام حسین سلام الله علیه کرد، فیضه خادمه هم کرد. منتها تفاوت در اینه، این ضمیر حبه به کی برمیگرده؟ در باره فزه و امثال فزه این زمین به طعام بر بگرده، که اینها با اینکه به طعام علاقمند بودن در راه خدا دادن. اما در باره خود هست امیر سلام الله علیه، صدیق کبرا سلام الله علیه و مانندان، این زمین به الله میگردد. یعنی یطعمون الطعام علی حب الله. اون دیگه لازم نیست ما قبلا یه مرجع ضمیری داشته باشیم. چیزی که مرجع ضمیرش روشن است لازم نیست ذکر بشه. که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر بخواهید شما به مقام ابرار برسید، باید محبوباتون رو فدا کنید. اینا که مصداق کامل ابراره، اینا دیگه لازم نیست مقام ابرار برسن، اینا به مرحله مقربین باید برسن. مقرب کسیست که حب غیر اله ندارد، فقط حب اله دارد و علا حب اله دارد کار میکند. پس تفاوت فزده و وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه ها این است که
یکی علاه به طعام این کار میکند، یکی علاه به الله این کار میکند. و یطعمون الطعام علاه به مسکینا و یتیما و اسیرا. غرض این است که در این نامه وجود بارک هست امین، هم بحث های کلیدی را ذکر کرد که یا بخش از این آمده، هم تفکیک قوا را بیان کرده که بخش از اینها بازگو شده، هم تلخی فقر اقتصادی را بازگو کرده و این هم مسئولیت مسئولان نظام را که هیچ فردی نباید بیکار باشد و نباید بیمال باشد. فقر در یک نظام اسلامی کلن ممنوع است. این گوشی از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه که امیدوارم خدا توفیق فراگیری معارف اینها را و عمل به اینها را و نشر معارف و آثار اینها را به همه ماها مرحمت بفرماید. خدایا نزای ما را از هر خطری حفظ بفرما، تا ظهور صاحب اصلیش از هر آسیب مصون بدار. رهبر ما را، مراجع ما را، ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدای انقلاب جنگ را با انبیای الهی محشور بفرما. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن اسرت در دنیا و قیامت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.